در برنامه قبل به پذیرش نخست وزیری توسط دکتر مصدق اشاره کردیم. در این قسمت به مبارزات مصدق با شاه و دربار و آخوندهای مرتجع برای پیشبرد طرح ملی می‌پردازیم. دکتر مصدق اولین ایرانی بود که در رشته حقوق در فرانسه فارغ‌التحصیل و مدرک دکترای خود را گرفته بود. او وقتی استاندار فارس بود در مقابل کودتای استعماری رضاخان موضع سختی گرفت و در مجلس پنجم هم که برای قانون کردن سلطنت رضاخان برگزار شده بود نطق شدید و لحن ایراد کرد و گفت با متمرکز کردن قدرت در دست یک نفر به عنوان شاه تمام دستاوردهای انقلاب مشروطه و خون شهدای این انقلاب هدر میره. او در آخر با تاکید گفت اگر مرا ریز ریز هم کنند به این ننگ تن نمیدم. به دلیل همین موضع‌گیری سخت مصدق توسط رضا شاه تبعید و زندانی شد. ولی بعد از شهریور 20 و تبعید رضا شاه مجدداً به صحنه سیاسی برگشت و تبدیل به خوشنام‌ترین رجل سیاسی مطرح در صحنه سیاسی اون زمان شد. مصدق به محض روی کار اومدن دو هدف مهم رو دنبال می‌کرد. اول به سرانجام رسوندن پروسه ملی شدن نفت و جدالی که در این رابطه با استعمار انگلیس داشت. دوم هم تبدیل کردن حکومت به مشروطه واقعی و برگردوندن قدرت به مردم و مجلس. مصدق در حالی سکان اداره کشور رو به دست گرفت که به دلیل ملی کردن نفت از چند طرف مورد حمله و هجوم بود. آمریکایی‌ها سهم خودشون رو از منابع نفتی می‌خواستن. استعمار انگلیس از مصدق به شورای امنیت شکایت کرده بود. شوروی هم مصرانه دنبال گرفتن امتیاز نفت شمال بود. حزب توده که قبلا مخالف قراردادهای خارجی بود و میگفت ملت ایران به دست توانای خودش صنعت نفت کشور رو اداره میکنه، به دلیل وابستگی شدید به شوروی بعد از درخواست این کشور برای گرفتن امتیاز نفت شمال تغییر موضع داد و برای اینکه بتونه از دادن امتیاز منابع شمال به شوروی دفاع کنه، صراحتاً گفت باید سهم آمریکا و انگلیس و شوروی در معاملات نفتی و استفاده از منابع شمال و جنوب محفوظ باشه. و دقیقاً مثل شاه خواستار رویکرد موازنه مثبت، یعنی باج دادن به تمام قدرت‌های خارجی بودند. در حالی که مصدق با تسلط بیگانگان بر منابع کشور مخالف و طرفدار معامله در شرایط برابر بود. دکتر مصدق از همون ابتدا شعار موازنه منفی رو نصف العین حرکت خودش قرار داد و با یک مثال ساده سیاست شاه و حزب توده رو نقد کرد. دکتر مصدق گفت رویکرد طرفداران موازنه مثبت مثل اینه که دست چپ من قطع باشه، بعد بگم برای برقراری توازن دست راستت رو هم قطع کن. حزب توده که در دفاع از منافع شوروی مرزی نمیشناخت، مصدق رو آماج حملات خودش قرار داد و در روزنامه‌اش می‌نوشت که مصدق قصد اخراج انگلیس و جایگزین کردن اون با آمریکا رو داره و بی‌شرمانه به مصدق با کلمات توهین‌آمیز می‌تاخت. مصدق از ابتدای روکار آمدن به رئیس شهربانی وقت نامه داده بود و تصریح کرده بود هیچ روزنامه یا نویسنده و روزنامه‌نگاری نباید به دلیل توهین به دولت و شخص نخست وزیر مورد تعقیب قرار بگیره و همه در بیان عقاید خودشون آزادی کامل دارن. شاه که با اکران نخست وزیری مصدق رو پذیرفته بود، بنها مختلف در مسیر اجرای شدن طرحهای مصدق در رابطه با نفت سنگ اندازی می‌کرد. و مصدق هر روز با مشکل و قالی روبرو بود. در حالی که دوستمای تشکیل دولتش نمی‌گذشت، حزب توده با سوء استفاده از آزادی‌های داده شده توسط خود مصدق مستمرن در شهرهای مختلف اعتصابات کارگری را مینداخت و سعی در تحت فشار قرار گذاشتن دولت مصدق داشت. روز 23 تیر 1330 تظاهرات بزرگی علیه گرانی و فقر برگزار شد. یکی از طرفهای دستاندرکار این تظاهرات حزب توده بود. پلیس به تظاهرات شلیک کرد که تعدادی کشته و مجروح به جای گذاشت. در اون مقطع دکتر مصدق کنترلی روی ارتش و پلیس نداشت و این ارگان‌ها تحت کنترل دربار بودند. در اون زمان فضل الله زاهدی وزیر کشور و حسن بقایی از مهره‌های دربار رئیس شهربانی بود.
تحقیقات بعدی نشون داد که اشرف پهلوی خواهر شاه هم در این توطئه که برای خراب کردن دکتر مصدق صورت گرفته بود نقش داشت. مصدق بلافاصله دستور بازداشت حسن بقایی رو صادر کرد و خواستار محاکمه اون شد و فضل الله زاهدی هم بلافاصله استعفا داد و توسط شاه به مجلس سنا راه یافت. حزب توده و مورهای دربار با دستاویز قرار دادن این کشتار به دولت مصدق تاختند. ولی روشنفکران و عناصر مطلع در اون زمان میدونستن که چه دستایی پشت پرده است. در واقع جنگی بین مصدق که تک و تنها بود با شاه و دربار که پشتیبانی استعمار رو داشتن در جریان بود. مصدق میخواست مثل دوران کوتاه مشروطه شاه تبدیل به یک مقام تشریفاتی بشه و شاه هم که چیزی به جز حکومت مطلقه راضی نبود، سعی داشت مصدق رو از سر راه خودش برداره و در این مسیر از پشتیبانی انگلیس و بعداً آمریکا و نهایتاً آخوندهای مرتجع برخوردار بود. مصدق هم فقط پشتیبانی مردم رو داشت و معدود یاران وفاداری مثل شهید دکتر فاطمی. مصدق سعی کرد از تضادهای بین آمریکا و انگلیس برای پیشبرد اهداف ملی خودش استفاده کنه. ولی چون حاضر نبود به خواسته آمریکا برای تسلط بر منابع نفتی تن بده، در جذب کمک آمریکا موفق نبود. با روی کار اومدن آیزنهاور، رویکرد خصمانه دولت آمریکا علیه مصدق تشدید شد. به طوری که بعداً خواهیم دید، دولت آمریکا به طور سخیفی به دنبال حذف مصدق بود و در این رابطه با استعمار انگلیس توافقات لازم رو انجام داده بودند. در برنامه بعد ادامه روند رو پی می‌گیریم.